دکتر انورالحق جبارخیل را کی به خطر رسانده است؟ سلام بیننده های عزیز، امید از هر کجایی که هستین شاد و سرحال باشید و قسمی که در جریان هستین، عصری روز سه‌شنبه جسدی بی‌سر دکتر انورالحق جبارخیل در نزدیک پارک زازه در داخل موترش پیدا شد. کسانی که او را به قتل رساندند در اول به صورت بی‌رحمانه سری او را بریدند، بعد جسد بی جانش را تیرباران کردند. اما این کار را کی کرده است؟ تعدادی میگویند که کار طالبان است و تعدادی هم میگویند کاری پنجشیری ها است. این ویدیو کوتاه را ببینید که آقای جبارخیل درباره احمد مسعود چی گفته بود. ایوانش طفل است، او کم وقت از میکولای کجد. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ اول خب فکر کنی کجا رفته درس خونده؟ شما خبر هستین کجا درس خونده؟ فرانسه. خب این رفته پیش کافرها درس خونده، این چرا قرآن یاد نگرفت؟ شما هم با کافرها کار کردین. خب قسمی که شنیدین، احمد مسعود را طفل خطاب کرده و او را بیعقل میگوید. به این دلیل تعدادی از مردم میگویند که افراد و یا طرفداران احمد مسعود این کار را کرده است و شفیع عیار میگوید که کار طالبان است. اگر به یاد داشته باشید، آقای جبارخیل درباره زلزله پکتیا صحبت کرده بود و گفته بود که این زلزله به نفع مردم بود و حرفایی زده بود در این باره. آقای شفیع عیار میگوید که به این دلیل طالبان پکتیا که در کابل حضور داشتند وی را اختطاف کرده سر بریدند. اما تا به امکنون شخصی در رابطه با این قضیه دستگیر نشده است. نظر شما چیست که این کار کاری کی است و چی گروهی است؟